با انتشار خبر صدور اعدام چندین جوان و کودک شیعه در عربستان سعودی حالا صدای اعتراضی به این مسئله افزایش یافته است بر همین اساس یک مؤسسه بین‌المللی حقوقی وابسته به سازمان ملل متحد خواستار آزادی زندانیان آزادی بیان در مناطق نشین عربستان شد همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. کمیته سازمان ملل برای مقابله با خشونت گزارشی در وبسایت رسمی خود منتشر کرد و در آن به بازداشت برخی فعالان شیعه عربستانی اشاره کرد و بر لزوم آزادی هر چه فوری این فعالان تأکید نمود. در بخشی از این گزارش به فعالیت‌های فعال اجتماعی شیعی حسین یوسف از صادق از اهالی جزیره تاروت در منطقه شرق عربستان اشاره شده است. این فعال اجتماعی در حال حاضر 47 سال سن دارد و به دلیل داشتن برخی فعالیت های دینی و اجتماعی و شرکت در مراسم دینی و مذهبی در بازداشت به سر میبرد. این گزارش در ادامه افزود حسین یوسف از صادق به مرکز پلیس فراخوانده شد و بدون ارائه حکم جلب و با انتصاب اتهام‌های های دروغین به وی مانند توهین به پادشاه و حکومت بازداشت شد. او در سال 2018 محاکمه و به 9 سال حبس محکوم شد. تنها جرم او صحبت و بحث کردن با شهردار شهر تاروت درباره مدیریت ضعیف حکومت سعودی در مراسم حج 2019 بود که موجب رخ دادن حادثه منا و در گذشت بیش از 2400 تن از حجاج گردید. اما نکته تعجب برانگیز این است که بعد از اعتراض به حکم صادر شده دادگاه استیناف در سال 2021 نه تنها حکم را باطل نکرده یا کاهش نداده بلکه با افزایش مدت زمان حکم آن را 13 سال حبس اعلام کرد. لازم به ذکر است کمیته دفاع از حقوق بشر در عربستان چند روز پیش از صدور حکم اعدام برای 15 جوان خبر داد که بدین ترتیب تعداد شهروندان عربستانی که منتظر اجرای حکم اعدام هستند به 53 تن رسید که 8 تن از آنان زیر سن قانونی هستند فاطمه مستوی اخبار شیعه